أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، فإنه خير ناصر وأفضل معين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين. أما بعد، أوصيكم عباد الله و نفسی به تقوی الله و نظم امرکم. بار دیگر شما برادران و خواهران عزیز نماز گذار و خودم را به تقوی الهی سفارش میکنم. دقایق کوتاهی که در خطبه دوم در برابر چهره های نورانی، چهره های با معنویت و ملکوتی عزیزان قرار دارم، فقط دو نکته خیلی کوتاه خدمت عزیزانم اشاره می کنم. یکی در مورد جایگاه و مقام و منزلت امنیت و آرامش در یک جامعه، و دیگر این که امت اسلامی در شرایط فعلی باید اول دشمنان اسلام بشناسد و دیگر یک موضع واحد بر اساس دستور قرآن، فرمایش رسول مکرم اسلام، خلفای راشدین و صحابه گرامی پیامبر بزرگوار اسلام اتخاذ نماید. عزیزانم، اول مسئله امنیت و آرامش، جایگاه امنیت و آرامش از دیدگاه دین مقدس اسلام، در اهمیت آرامش و امنیت همین بس که پیغمبر بزرگوار اسلام می فرماید که نعمتان المجهولتان از صحت و الامان، یعنی دو نعمت بسیار ارزشمند الهی که قدر و منزلت این دو نعمت نمی داند مگر انسانهایی که این دو نعمت را در زندگی چی از دست بدهد. جامعه ای که این دو نعمت در دست دارد قدر و منزلت و جایگاه این نعمت را نمی داند، ولی همینی که خدای نخواسته این دو نعمت ارزشمند اگر دوچار مخاطره شود، اون زمان است که بر اساس اون اصل فلسفی که ان نعمت اذا فقدت وجدت، دیگه در اون زمان است که قدر و جایگاه و مقام و منزلتی این نعمت‌های ارزشمند الهی برای انسان مشخص می شود. عزیزانم، شما می بینید که جوامع از نگاه مساحت و موقعیت دارای رتبه های ما، جامعه کوچک داریم، جامعه متوسط داریم و جامعه کلان داریم، ولی در همه این جوامع، حتی در یک خانواده، از جمله چیزهایی که برای این خانواده خیلی خیلی مهمه از دیدگاه دین مقدس اسلام، مسئله امنیت، مسئله آرامش، چی آرامش روحی و روانی و چی آرامش بیرونی. ولی ما میبینیم که دیگه از نگاه اهمیت جوامع کوچک امنیتش با جوامع بزرگ مقایسه نمیشود. یک زمانی یک منطقه، یک قریه، یک خانواده با ناامنی مبتلایی خیلی مهم نیست برای جهان اسلام، برای بشریت، ولی یک زمانی یک ولایتی با یک مشکل ناامنی روبرو می شود، یه برای همون مملکت خیلی مهمه، ولی یک زمانی می بینی که در سطح جوامع بشریت یک کشوری با بلای ناامنی دست و پنجه نرم می کند. امروز میبینی عزیزانم،
دیگه جوامع بشریت کم کم به طرفی ناامنی حرکت می کند. خیلی از کشورهای اسلامی و غیر اسلامی امروز می بینی که در آتش جنگ و نزاع و ناامنی دارد دست و پا می زند. بهترین نعمتی که نعمت امنیت است بر اساس این فرمایش رسول مکرم اسلام، این بهترین نعمت دارد از دست می دهد. و خیلی از کشورهای دیگر جامعه بشریت اگر بالفعل اگر با ناامنی دست و پنجه نرم نمی کند، ولی ما می بینیم که متاسفانه کم کم بالقوه به طرف ناامنی، به طرف جنگ، به طرف قتل و کشتار، به طرف تخریب و ویرانگری دارد حرکت می کند. در شرایط فعلی وظیفه سازمان ملل که نماینده همه کشورهای دنیا در اونجا حضور داره این است که باید اهمیت این موضوع را درک بکند و جلو این ناامنی ها باید گرفته شود. و از اون هم مهمتر وظیفه شورای امنیت سازمان ملل در شرایط فعلی این است که باید احساس مسئولیت بکند. اگر سازمان ملل و اگر شورای امنیت سازمان ملل اگر به عنوان یک نهادهای سمبولیک در اینجا نیه، باید اینها احساس مسئولیت بکند. امروز خیلی از کشورها ما میبینیم که در بین آتش جنگ، در بین آتش ویرانگری، در بین آتش خونریزی دارد دست و پا میزند. شما میبینید عزیزانم در اسلام عزیز خیلی تاکید شده انسان باید درد برادران و خواهران دینی و ایمانی خود را احساس بکنه. شما میبینید ما در کشورهای مختلفی اسلامی امروز با خاطر آرام نشستیم، نظارگر صحنه هستیم، ولی در فلسطین، در لبنان، در یمن، در عراق دارد برادران و خواهران دینی و ایمانی ما و شما در بین خون و آتش دست و پا می زند. آیا اونها پدر نداره؟ آیا اونها مادر نداره؟ اطفال شیرخوار دارد به خاک و خون لی می شود. دیگه آبادی های این مردم دارد ویران می شود. سرمایه و مال و داراییشان دارد به یغما می رود. وظیفه کیه؟ در مرحله اول وظیفه سازمان ملل متحده باید در این زمینه احساس مسئولیت بکند، جلوی جنگ و جلوی دعوا و جلوی درگیری گرفته شود. به هر میزانی که اگر خدای نخواسته جنگ و دعوا و درگیری اگر بیشتر ادامه پیدا بکند، بر اساس همون شعر حافظ شیرازی که میگه درخت دوستی بنشان که کام دل به بار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. به هر میزانی که این آتش جنگ توسعه پیدا بکند، دامن اکثری از کشورها اگر گرفته شود، اون زمان دیگه شاید از توانی دیگه سازمان ملل، شورای امنیت سازمان ملل دیگه مهار این قضیه مشکله. ولی فعلا وقت آن است که باید همه رهبران سیاسی جامعه بشریت در روی زمین در شرایط فعلی، مخصوصا رهبران امت اسلامی، احساس مسئولیت بکند. دین مقدس اسلام دین جنگ نیه، دین تعرض نیه، دین درگیری نیه. صفا و صمیمیت و صلح و آشتی را در بین بشریت بر اساس سفارشات پیشوایان دینی ما می خواهد. ولی باید رهبران امت اسلامی در شرایط فعلی ساکت ننشیند، یا مردانه و جانانه از کشورهایی که امروز مورد هجوم ابرقدرت ها قرار داره، مخصوصا مورد هجوم یهود قرار داره،
باید از اینها یاری بکند، حداقل اگر دیگر کار از دست اینها بر نمی آید، از رای دیپلماسی، از رای صلح، از رای آشتی، دیگر جان این ملت، آبروی این ملت ها و عزت و عظمت این ملت ها را باید حفظ بکنه. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الاخلاص و الصلاوات اللهم